پناهندگان روهینگیا در بنگلادش تمایلی به بازگشت بدون تضمین امنیت، عزت و بازسازی خانه های خود ندارند. خانواده های روهینگیا ها میخواهند به خانه های خود بروند اما از آنها میخواهند که به محل اصلی خود بازگردند و اما آنها میخواهند زندگی آنان عزتمندانه بوده و همراه با امنیت و حقوق کامل زندگی کنند. با هم گزارش هورا عبدالمجید را ببینیم. مقام های میانماری با خانواده های پناهجوی روهینگیا ها در بنگلادش دیدار کردند تا درباره بازگرداندن آنها به میانمار گفتگو کنند. این مقام ها روز سهشنبه به بنگلادش سفر کردند تا با پناهندگان در با طرح جدید بازگشت به کشور که با میانجیگری چین صورت گرفته ملاقات کنند. این طرح بخشی از یک طرح آزمایشی برای بازگشت پناهجویان روهینگیایی است که در نشست سهجانبه بین بنگلادش میانمار و چین در ماه آوریل مورد بحث قرار گرفته است بنگلادش میزبان نزدیک به یک میلیون پناهجوی روهینگیا است که اکثر آنها در سال 2017 از میانمار گریختند. زمانی که حاکمان میانمار عملیاتی گسترده را که سازمان ملل متحد از آن به عنوان انگیزه نسل کشی علیه اقلیت عمدتا مسلمان توصیف می آغاز کردند. گروهی از مقام میانمار برای دیدار با ده ها خانواده روهینگیا وارد تکناف شدند. بندری که دقیقا در رودخانه ای روبروی مرز مشترک آنها با بنگلادش قرار دارد. شمس و دوزا معاون کمیساریاری عالی پناهندگان بنگلادش به خبرنگاران گفت مقام های میانمار امروز با خانواده های روهینگیایی درباره بازگشت به کشور گفتگو و هویت آنها را تأیید خواهند کرد. بسیاری از پناهندگان روهینگیا در بنگلادش در کمپ های پرجمعیت خطرناک و کم برخوردار از لحاظ امکانات برای پناهجویان زندگی می کنند. و تلاش های میانجی گرانی گذشته برای بازگشت آنها به خانه به دلیل عدم همکاری مناسب مقام های میانمار برای تأمین خواسته های آنان شکست خورده است و پناهندگان نیز از ترس آزار و شکنجه بیشتر از بازگشت خودداری کردند. ترس و وحشت همچنان در روهینگیا شش سال پس از سرکوب نظامی در میانمار باقی مانده است و مردم روهینگیا همچنان در راه بازگشت به خانه و کاشانه خود محتاط عمل می کنند. بر اساس طرح بازگرداندن پناهجویان این کشور که در جریان نشست سه جانبه میان بنگلادش، چین و میانمار انجام شد، میانمار موافقت کرده است که تا دسامبر حدود سه هزار پناهجو را بپذیرد. مقام های میانمار آماده پذیرش پناهجویان هستند، اما خانواده های, های برای بازگشت آمادگی ندارند. یک مقام دولتی بنگلادش به خبرگزاری فرانسه این مسئله را یک چالش بزرگ توصیف نمود. رهبران جامعه روهینگیا همچنان محتاط هستند و میگویند که آنها تنها با خاص و ویژه‌ای همچون اعطای شهروندی و اسکان مجدد در سرزمین خود باز خواهند گشت خیمانگ یکی از رهبران برجسته روهینگیا گفت ما علاقه مندیم که اگر میان ماگ ماگا به محل اصلی خود بازگردانده و امنیت و عزت ماگا حفظ نموده و تمام حقوق ماگا تعمین کند به کشور خود بازگردیم. اگرچه بنگلادش اصرار دارد که بازگشت به کشور داوطلبانه خواهد بود اما برخی از روهینگیایی ها ادعا نمودند که برای برنامه بازگشت تهدید به اجبار شدند. سازمان های حقوق بشر قبلا ابراز نگرانی کردند که شرایط برای بازگشت امن، پایدار و شرافتمندانه روهنگیایی ها به میانمار در حال حاضر وجود ندارد. هارا عبدالمجید اخبارشیه.